سلام به همه دوستان و همراهان. امروز چهارشنبه است، 25 مرداد 1402، 16 آگوست 2023. در مورد پول‌های آزاد شده، یا در واقع به نظر من پول‌های زندانی شده، تازه زندانی شدیم، پول‌ها 6 میلیارد دلار، قبلش بالاخره امیدی بود که بمونه برای مردم ایران. برای این پول‌های 7 منهای 1 میلیارد دلار صحبت خیلی شده، اما یک صحبتی امروز رئیسی داشته که من میخوام از آقای بایدن خواهش کنم کلاهش رو خورده بالاتر بذاره. بایدن، دموکرات های آمریکا و کسانی که همچنان ایرانیانی که از بایدن حمایت میکنن در برابر به خاطر لجاجت با ترامپ. من قبلا گفتم، ببینید دوستان، من در قبل از انتخابات آمریکا هیچ در مورد بایدن و ترامپ صحبت نکردم. بعد از انتخاب بایدن گفتم انتخاب بایدن برای ایران بهتر، برای مردم ایران بهتره. دلیلم هم گفتم که علتش اینه که بایدن قدرت بسیج کنندگیش بیشتر از ترامپ. ترامپ با توجه رفتاری که داشت، یادتونه دیگه، بسیار از کشورها از لج ترامپ برخورداشون عوض شد. حتی اروپایی‌ها در دوره ترامپ به جمهوری اسلامی خیلی نزدیک شدن. من برداشتم بود که بایدن قدرت بسیج کنندگیش و در واقع ایجاد ائتلاف علیه جمهوری اسلامی بیشتر داره و این قدرت رو داشت، و تا حدودی هم میدونید با رفتن بایدن باعث شد که اون لجاجت هایی که علیه به خاطر ترامپ میکردن اروپایی و بعضی از کشورها و به جمهوری اسلامی نزدیک شده بودن از بین رفت. ولی برامد برداشتم این بود، ولی خب میگم من قبل از انتخابات اصلا نظر نکردم و تو انتخاباتم شرکت نکردم، مثلا در انتخابات آمریکا. یه دلیل هم گفتم به خاطر اینکه بعد از انتخاب بایدن یه سری سرخوردگی در بین ایرانی‌ها ایجاد شد که خب بابا این که مخالف جمهوری اسلامی بود رفت، من یه مقدار بیشتر هم جنبه روانی داشت. ولی واقعا اعتقاد داشتم که بایدن میتونه قدرت بسیج کنندگی و ایجاد ائتلاف علیه ایران داره، که متاسفانه حالا مشخص شد که نه، قدرت لابیستای کثیف، پس فطرت، فاحشه و حالا فاحشه‌های جسمی و فکری که اینجا هستن و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن لابیست ها، اونا ظاهرا قدرتشون بیشتر از بایدن بود. بگذاریم، حالا دیگه الان دارم میگم، من میگم در انتخابات اصلا از بایدن حمایت نکردم، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات این حرفا رو زدم و هنوزم اصلا انکار نمیکنم، ولی تحلیلم اشتباه بود. یعنی تحلیلم از میزان قدرت لابیست های پس فطرت جمهوری اسلامی در آمریکا اطلاعاتم کامل نبود. بگذاریم، حالا دیگه واقعا میخوام بگم که هم ترامپ هم دموکرات ها و هم حامیانشون، اونهایی که اون موقع با تصورات حالا متفاوت دفاع کردن جای خود، اما کسانی که از حالا به بعد دفاع کنن و به خصوص در دور آینده از ترامپ از بایدن دفاع کنن، واقعا دیگه در مزدوریشون تردیدی وجود نداره. رئیس امروز گفته که این تمام این 6 میلیارد دلار صرف رونق تولید خواهد شد. خب این رونق تولید از مواردی که هیچ جا قرار نیست نشونش مشخص شه، هیچ کس هم توقع نداره که مثلا یه روز و دو روز و پنج روز و یه ماه و دو ماه، قابل بررسی هم نیست، قابل رد هم نیست، قابل تایید هم نیست. اما یک خاصیت داره، یعنی اینکه مردم ایران توقع نداشته باشن 6 میلیارد دلار خرج مشکلات روز به روز اضافه شونده شون باشن. توقع نداشته باشن مثلا اگر کمبود دارو الان داریم، اگر کم در اوج سرماخوردگی کمبود آنتی بیوتیک داریم، اگر همین الان اعلام میشه که با کمال تاسف واقعا حتی گفتنش سخته که 170 بیمار نخاعی به خاطر نبود داروهای لازم و زخم بستر و نبود امکان مداواشون از بین رفتن. خب قرار نیست این پولا خرج این چیزا بشه، 6 میلیارد دلار قرار خرج رونق تولید بشه. تولید هم که میدونید، یعنی تولید دفاع از مافیای خودرو در ایران، اینایی که شرکت خودرو سازی که ده ها هزار میلیارد تومان زیان داره و خودرو رو هنوز با توجه به تازه خودرو رو به چند برابر قیمت واقعی به مردم میفروشه، چند ده هزار میلیارد تومان زیان داره، ولی آخر سال که میشه پاداشای 10 میلیاردی و 100 میلیاردی مدیرانش که هم از بچهای سپاه یا وابسته به تعاون سپاه هستن دریغ نمیشه ازش. خب رونق تولید یعنی این که برن مستعان بسازن کرونا یاب، رونق تولید یعنی این که خرج پهباد بشه که پهباد هیچ ثمری برای مردم ایران نداره، پولش ملت ایران میدن مجانی میدن به روسیه، روسیه تو سر مردم اوکراین میزنه، یک دشمنی تاریخی با ملت ایران درست میکنه و
تحریم و در آینده بدهی ملت ایران بابت بازسازی اوکراین. راکتور یعنی شما واقعا به من بگید که چه تولید قابل افتخار یا حتی قابل تحملی الان در ایران وجود داره که اینا میخوان خرجش کنن. من بخش خصوصی رو نمیگم، اینه که بخش خصوصی پول نمیدن، این میره تو کارخونجه دولتی، میره در سازمان ها و نهادهایی که عموما میره مثلا خرج واکسن برکت میشه. یادتونه که همین مخبر معاون اول آیت الله سه دکتره زمانی که در دولت روحانی 1 میلیارد دلار از دولت روحانی گرفت برای تولید واکسن برکت و بعد اعلام شد که نه در داخل کشور معتبره نه در خارج. حتی یادتون باشه اولین سال بعد از فروکش کرونا که حج را افتاد، عربستان را اعلام کرد که واکسن های ایرانی و بعضی از واکسن های روسی اونا را قبول نداره. کسانی که میخواستن برن مکه ناچار شدن برن یکی از واکسن های معتبر اروپایی بزنن. خب رونق تولید یعنی این، یعنی که مثلا حالا خرج یه چیزایی بکنن به عنوان خودکفایی. اما فقط بحث این نیست که میگن واقعا خرج اونها هم شاید نشه. ببینید یک ابهامی برای من وجود داشت که با توجه به رابطه سنتی که ایران و عمان داشت و نقش سنتی که عمان در حل اختلافات بین ایران و آمریکا یا برگزاری مذاکرات غیر مستقیم داشت، از اون مسخره بازی که این دفعه اعلام کردن که هیئت ایرانی در یک هتل مستقره، هیئت آمریکایی در هتل دیگه مستقره، هیئت قطری از میره تو هتل آمریکایی پیغام آمریکایی میگیره میره تو هتل ایرانی. واقعا از این مسخره تر چیزی امکان پذیر نیست. خب قبلا عمان این کارو میکرد. اما من سوال بود چرا این بار به جای عمان که بحث یه سال و دو سال نیست، شاید حدود 20 سال عمان نقشه ایفا میکرد، چرا این بار قطر؟ این بار که قرار پول آزاد چه، خب دفعه قبلم زندانی تبادل شد چه با انگلیس و چه با آمریکا و هر بار عمان واسطش بود و هواپیمایی سلطنت عمان میومد ایران، زندانی رو برمیداشت میبرد عمان، اونجا ازش پذیرایی میکرد و بعدم با هواپیماشو میفرستادن میرفت مثلا انگلیس یا آمریکا. چرا این بار قطر؟ امروز که رئیس این حرف رو زد و مسلم شد که یعنی رسما گفتن این پول قرار نیست خرج ملت ایران بشه، قرار خرج رونق تولید بشه، معمای من حل شد. چرا حل شد؟ یه خورده فکر کردم در مورد قطر. در سالهای اخیر ثروتمندترین، با تأکید میگم ثروتمندترین حامی تروریست های مثل داعش مثل طالبان دولت قطر بوده در تمام سالهای گذشته و هنوز هم نشانه‌ای وجود نداره که ما بگیم که قطر سیستمش عوض شده. با سیستم مالی و پولیشون هم که یک سیستم کاملا غیر شفاف است. درسته که کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده، درسته که به خاطر جمعیت کم و ثروت فراوان رفاه بسیار حسرت برانگیز و غبطه برانگیز و حتی حسادت برانگیزی در قطر ایجاد شده، ولی رقم‌های درآمد با رقم‌هایی که صرف مردمش میشه خیلی متفاوته و قطر در سال‌های اخیر یکی از اسپانسرها و یکی از تأمین کننده های مالی گروه‌های تروریستی بوده. تا اینجا داشته باشید. حالا پول‌های آزاد شده جمهوری اسلامی میگن قراره بره سوئیس، از سوئیس به در بانک‌های قطری و کالا هم بشه از طریق شرکت کالاهایی که ایران میخواد تهیه کنه از طریق شرکت‌های قطری تهیه بشه. همین امروز یکی از مقامات مالی جمهوری اسلامی گفته که این انتقال وجه 6 هفته طول میکشه. یعنی دیگه کسایی که خارج از کشور کشی تو ایران با یک کلیک میشه پول جابجا کرد. حالا بله برای شخص اگه بخواد پول کلان منتقل کنه دردسر داره، اما اینکه 3 تا دولت یعنی دولت جمهوری اسلامی، دولت کره و دولت قطر در یک ترانزکشن مالی اصلا 6 میلیارد دلار رقمی برای نه برای قطر پول زیادیه نه برای کره جنوبی و نه برای بانک هایی که این پول ها درش هستن، اما 6 هفته طول میکشه. دولت قطر هم واسطه است، ناظرش هم دولت قطره، شرکت های قطری هم قراره تأمین کننده کالا باشن، همون قطری که یکی از تأمین کننده های اصلی تروریست ها در سالهای اخیر بوده و الان هم رابطه بسیار خوبی هم با ترکیه داره هم با جمهوری اسلامی. ترکیه هم میدونید که حالا رابطهش با داعش اینها رو میدونید. خب معنیش چیه؟
این کد 6 هفته، یعنی اینکه اوشاش موضوع فراموش بشه، اینا پشت پرده کاراشون انجام بدن، آمریکایی هم فرصت داشته باشن پوز سیاسیشون رو بدن که ما رفتیم کار انسان دوستانه کردیم، 6 نفر آزاد کردیم، 5 نفر آزاد کردیم، که در مورد همین هم من بحث دارم واقعا، حالا بازم تکرار میکنم. ببینید، بعضی از افرادی که آزاد شدن نه آدمای مبارزی بودن، نه آدمایی بودن که آدم، نه آدمای حتی عادی، افرادی بودن که با توجه به ارتباطاتی که با جمهوری اسلامی داشتن فرصت روی کار اومدن روحانی رو غنیمت شمردن، رفتن زودتر از دیگران پروژه بگیرن. و حالا با توجه به درگیری که سپاه با روحانی داشته، اینا رو بازداشت کرده، در واقع برای گوشمالی روحانی کاری کرده. بعد یه رهنمود آقای دکتر محسن رضایی هم به کارشون اومده که آمریکای گروگان بگیریم، پس بدیم و پول بگیریم. خب حالا آمریکا میگه که کار انسان دوستانه دارم میکنم، عملا من گفتم این کار ضد انسانی ترین کاری کرده، برای اینکه قطعا، حالا الان که این حرفو دارم میزنم دیگه یقین نمیشتر شد، قطعا بخشی از این پول خرج کارهای تروریستی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش خواهد شد در افغانستان، در عراق، در یمن و در سایر کشورهای دنیا. مگه اینا نمیخواستن در تایلند برن کار تروریستی بکنن؟ مگه در هند نرفتن کار تروریستی بکنن؟ مگه اخیرا در قبرس نرفتن ترور بکنن؟ نیروهای مستقیم جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتیش؟ قطعا بخشی از این پول صرف کشتن افراد و گروگانگیری های مجدد خواهد شد. یعنی پولی که دولت بایدن به دروغ برای کار انسان دوستانه خرج کرده، حداقل با بخشی از این پول میشه چند برابر این 5 نفر رو گروگان گرفت، چند برابر این 5 نفر رو کشت. پس این و حتما دولت بایدن رو میدونه و از دولت بایدن بالاتر این لابیستای زن و مرد کثیف فاحش صفت جمهوری اسلامی بهتر از همه میدونن و میدونن این پول بخشش خرج کارهای غیر انسانی خواهد شد، خرج ترور خواهد شد، خرج آدم ربایی خواهد شد. خب پس این ادعا دروغه. ولی خب حالا به خاطر این واسطه های دو سرگوه، نه دو سر طلای لابیستای جمهوری اسلامی که دو سرگوه هستن به معنای واقعی، اینها حالا با نفوذی که داشتن، ارتباطی که داشتن، و بعید نیست حتی پولی رد و بدل شده باشه. آینده مشخص خواهد کرد که حتی آیا در آمریکایی هم تو این قضیه بعضی از واسطه ها نقش داشتن. ولی اون چه مسلمه این پول، میخوام بگم ادعای آمریکایی‌ها که برای اهداف انسان دوستان است دروغه. کما که یکی از افرادی که الان یکی از ایرانی آمریکایی که یکی از ایرانیایی که مقیم آمریکا بوده و رفته ایران گرفتنش، اصلا به روی خودشون نمیارن، نه آمریکا نه ایران، فقط افرادی که مد نظر خودشونه. من از به لحاظ انسانی هر کسی که از زندان آزاد بشه خوشحالم، اما دیگه دروغ بهمون نگن. اگر هم میخوان دروغی بگن، لااقل خودشون باورشون نشه، کم کم باور به باور خودشون تبدیل نشه. خب خب حالا این پول آزاد شده، میگن 6 هفته طول میکشه منتقل شه، قطر قرار واسطش باشه، وقت رئیس هم با صراحت میگه خرج امور روزمره مردم نخواهد شد. این کد دیگه میگه خرج رونق تولید خواهد شد، کی میخواد کنترل بکنه؟ یعنی این پول قرار خرج گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بشه با اطلاع قطر و با اطلاع آمریکا. من خیلی دیگه صریح میگم و به همین جد آقای بایدن و دموکرات ها و حامیانشون باید کلاهشون رو بالاتر بگذارن. امروز باید تمام ایرانی هایی که به صورت علنی، به خصوص چهرهای سیاسی شناخته شده که از بایدن حمایت کردن، تکلیفشون رو با این موضوع مشخص کنن که این 6 میلیارد دلار داره قرار خرج چی بشه. اگر خونی ریخته بشه توسط جمهوری اسلامی، بمب گذاری بشه، فرقی هم نمیکنه، چه تو اسرائیل، چه تو عراق، چه تو یمن، چه تو بحرین، چه قبرس، چه هند، چه تایلند، تمام کسانی که موضعشون رو مشخص نکنن با این موضوع، دستشون در اون خون، به اون خون آغشته است. اگر آدم ربایی بشه، اینا مسئول اون ناامنی هستن، مسئول نگرانی کسانی که دستگیر میشن و خانواده هاشون هستن. بعضی از افرادی که دستگیر میشن، من قبلا گفتم معتقدم با هماهنگی دستگیر میشن، یعنی من نمیتونم باور کنم بعد از این همه، حالا مثلا کسانی که 8 سال 9 سال پیش دستگیر شدن و الان آزاد میشن، ممکنه بگن نمیدونستیم، که اونم من قبول ندارم که نمیدونستن، اونم وضعیت ایران میدونستن، اما احساس پشتگرمی به بخشی از حکومت ایران میکردن و رفتن. اما کسی که 2 سال پیش رفته ایران، کسی که پارسال در آبان ماه رفته ایران، اروپایی یا آمریکایی، من نمیتونم باور کنم که نمیدونسته شرایط رو. معتقدم ایرانی ها رفتن همین لابیستای جمهوری اسلامی طرفو شناسایی کردن، باش مذاکره کردن، گفتن تو برو ایران یه مدتی، یا زندانی هستی یا تو هتلی میذاره میگیم زندانی هستی، بعد ما انقدر پول میگیریم انقدر چند مال تو. من اصلا دیگه با قاطعیت اینو میگم. خب حالا ولی بعضی از افراد نتفلکا بیگناهان طرف بالا برده از جای دیگه دزدیدن بردن ایران، یا در جای دیگه کشتن،
کسانی که چه ایرانی هایی که تحت عنوان دفاع از دموکراسی و مقابله با مثلا خودسری های ترامپ رفتن از بایدن حمایت کردن، دفعه قبل من کاری ندارم، ممکن نیتاشون درست بود، اما الان دیگه تکلیف بایدن مشخص شد. مشخص شد که بایدن، در واقع من کاری به بایدن ندارم، پکیج بایدن که بخشش این لابیست های فاسد، فاحشه صفت و فاحشه واقعی جمهوری اسلامی در آمریکا، بخشش اونها هستن و بخشش دولت در دولت بایدن و افرادی که هستن، مشخصه. الان تکلیفش مشخصه، پولی آزاد شده و این پول دیگه من الان شبهه ندارم که یه موقع گفتم بخشش، الان میگم همش قرار خرج گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بشه و این خیلی مهمه دوستان، اینو اصلا دست کم نگیرید و معتقدم باید فشار بیاریم. اولا اون چیزی که من دو سه روز پیش گفتم، یکی از دوستان پیشنهاد کرد که ایرانی ها کمپینی را بندازن و از حالا اعلام کنن، برای اینکه اگر بذاریم دم انتخابات فایده نداره، از حالا باید اعلام کنن که در انتخابات آتی از دموکرات ها حمایت نخواهند کرد، حتی اگه نمیخوان از جمهوری خواه دفاع کنن. این کامیونیتی ایرانی ها در اینجا جمعیت چند میلیونیه و چند میلیون در انتخابات آمریکا حتی رئیس جمهور جابجا میکنه. من توضیح دادم براتون که فکر نکنید مثلا جمعیت ایرانی مثلا 2% جمعیت آمریکا، 1% جمعیت آمریکا، 2.5%، 3%، هر چقدر، به این فکر نکنید. به این فکر بکنید که در انتخابات آمریکا بعضی وقتا 400-500 هزار رای در یک ایالت و حتی کمتر، ببخشید، حتی 100 تا دونه رای در یک ایالت، توضیح دارم قانون کارت الکترال چه، تو یک ایالت اگر یکی از یک نفر در رقابت بین دو تا کاندیدای سناتور، در واقع کاندیدای سنا، کاندیدای کنگره، رئیس جمهور، اگر یکی از کاندیداها رأیش یک دونه، حالا مثلا در واقع یه مقدار سمبولیک بگم یک دونه با اون یک متفاوت باشه، کل آرا الکترال اون ایالت میره برای اون کسی که یه دونه رأی بیشتر بوده. تو نبود که رأی تقسیم بشه بگن حالا 49 مال تو 51 مال این، نه، مثلا ایالت کالیفرنیا اگر 50 تا رأی الکترال داره، اون کسی که اکثریت رو داشته باشه تمام 50 تا رأی میشه مال اون، و این با توجه به حضور ایرانی ها در بعضی از ایالت ها حضورش موثره. معتقدم باید ایرانی ها مشخصا اعلام کنند در انتخابات آینده از بایدن حمایت نخواهند کرد، از حزب دموکرات دفاع نخواهند کرد. از حالا باید بگن که اونایی که فعال در انتخابات بودن، من که در انتخابات فعال نبودم هیچ وقت، ولی حالا بنم تراشام میکنم، این باعث میشه از حالا فشارشون بیاد. اینکه شب انتخابات یا یه ما به انتخابات بگیم که ما به بایدن رأی نمیدیم یا به فلان کس رأی نمیدیم اثر نخواهد گذاشت. باید از حالا بگیم که افکار عمومی آمریکا رو شکل بدیم. این رو باید اعلام بکنن و از طرفی نسبت به این موضوع هم که الان پول رفته اصلا قطر، یعنی واقعا یکی از رو دستای کم ما خوردیم این که وقتی داشت، البته کسی نمیدونست که پول ها قرار بره قطر، میگفتن قطر واسطه مذاکراته، اینم از رو دستای بود که به هممون زدن و معتقدم لابیست های جمهوری اسلامی در این زمینه هم خیانت کردن، موضوع رو تلاش کردن مخفی بگذارن. این که الان حتی بلینکن گفته ما چون در وسط کارها هستیم جزئیات رو نمیتونیم بگیم، به نظر من چون میدونن اگر جزئیات رو اعلام کنن ایرانی هایی که پیچیدگی های داخل ایران رو میشناسن بلافاصله زوایای موضوع رو روشن خواهند کرد. این توافقی که هم امیر عبداللهیان گفت هم بلینکن که ما الان جزئیات رو اعلام نخواهیم کرد. معذرت میخوام. به هر حال اولا آقای بایدن کلاهشو بالاتر بذاره، ثانیا ایرانی هایی که از حالا دارن خودشون آماده میکنن که از بایدن و دموکرات دفاع کنن کلاهشون بالاتر بگذارن و تکلیفشون مشخص کنن. من الان دیگه تردید ندارم این پول، اگر میگم تا چند وقت پیش گفتم بخشش خرج کارهای تروریستی جمهوری اسلامی خواهد شد، امروز با قاطعیت میگم همش قرار خرج بشه، چون آقای رئیس اعلام کرده که این پول خرج، تمام این پول خرج رونق تولید خواهد شد. عرض میکنم رونق تولیدم که من واقعا متوجه نمیشم که اینا که میگن ما همه چیمون داخله، ما اصلا وابسته به خارج نیستیم، بعد تولیدات داخلی، مگر بگیم پهپادی که حالا مشخص شد که 11 تا شرکت و چند دانشگاه کانادایی و انگلیسی در ساختش نقش داشتن، میگیم رونق تولید منظور این باشه که به ارز وابسته است، وگرنه اگر تولیدات داخلی که اینا میگن همه چیز از داخل، مثلا قطعات پیکان رو یا قطعات پراید رو اینا از خارج، من اینا که میگن تولید داخله. با صحبت امروز رئیسی من یقین کردم که دیگه موضوع این نیست که بخوام بخشش رو خرج گروه نیابتی کنن، و اینم که اعلام شده که 6 هفته انتقال پول تولید میشه، طول میکشه، این که میگن چیزی که یه شب بهش بگذره صلوات برش، کم کم فراموش میشه، به خصوص
ما 6 هفته دیگه، یعنی که ما درگیر و مشغول مسائل سالگرد انقلاب هستیم، سالگرد مهسا هستیم. بسیار از افراد سرگرم هستن، قطعا تحولات زیادی در ایران در پیشه، در خارج از کشور تحولات زیادی در پیش خواهد بود و حتی رسانه‌های غربی سرگرم تحولات داخل ایران خواهد شد و پولم که دست دولت قطر، در اختیار دولت قطر یا در ظاهر در اختیار دولت قطر، در اختیار جمهوری اسلامی، ولی در بانک‌های قطر پول، جایی که خودش سابقه بسیار سیاه پشتیبانی مالی از تروریست‌ها داشته. موفق باشید.